هدفون واجبه واسه این ویدیو. هدفون میری تو کمد، هیچکی تو رو نبینه، صفحه گوشی تو نبینه. درود، پدرامیتو هم بودیگل هستم و خوش اومدید به کانال مادویار تیوی. بچه ها مرسی که لایک میکنید، سابسکرایب. ولی مادویار تیوی مون توی شبکه های تلویزیون از اون شبکه هایی که باید وای میستادی خانواده برم بیرون باید بزنیم اون شبکه ها. فهمیدم کنیم شبکه ها رو چه شبکه های خوبی بود. مثلا یه دنش مثلا یه دنش XXL بود، ماهواره داشت، خیلی باحال. هنوز اونها پخش میشه توی تلویزیون؟ تلویزیون ماهواره ای. آره آره، ما هم از اون شهر. اونا هیچ وقت ورشکست نمیشن. چی آوردیم امروز برای بچه ها؟ بگو بهشون. نمیدونم. کوشترین کلیپ های ایرانی، کوشترین ویدیوهایی که توی اینترنت وجود داره. خوشم میاد که خیلی محتوا داریم ما. خیلی محتوا خاصه. آموزنده. متاسفم واقعا. فقط سعی کنیم دو تا گپنوش بریم. این حد از زردی. یکی از بچه‌ها گیر داده گپنوش اسلام بریم چشم میریم. از این ویدیوهایی که زدی. دارم دیگه. بریم که داشته باشیم دوستان زیبا پلنگا. خب. چیزه به چیزم فشار داد، کلوچما یه حال داد. ممه‌هاش رو همه‌ش رو آورده، یعنی یه مقدارش رو نذاشته خونه. تو هر ممه‌اش میشه سال‌ها زندگی کرد، یعنی سرتو بذاری اون لا نه اینکه نفس بکشی بمیری. چی گفت؟ چیزم به چیزت فشار داد، کلوچه‌مو یه حال داد. شعری، یعنی سعدی و فیروز، اینا همش قبل این دوستان اصلا شوخی بودن. واقعا شعر و کتاب و یاد باید میگرفتن از این دوستان. پسرم سیگار روشن کرد آخره. بعد جمله گفتن سوسماستی گفتن، بعدش رفتن تو فاز. با چه زبونی بگم دیگه نمیخوامت. رابطه من تو دیگه چینی باید بگیم. کین کان کوس خویا. نم شده. من تو نبود تو قلبم رو اعدام کردم، مغزم رو احضار. تو نبودش چیکار کرد؟ قلبشو اعدام کرده، مغزشو احضار. اسهال احضار احسال چی؟ اسهال نه احضار روح میگن. تو نبود تو قلبمو اعدام کردم، مغزمو احضار. اشغال نه احسال. احسال چیه؟ نمیدونم چی. احضار همون منظورش. خب از من خوشگل تره، ولی یه روزی پشیمون میشی. مهدی یه لحظه وایسا، ببخشید اشتباه کردم. بعد جمع کنه به شخص من این درست میشه؟ خیلی مالا زنجیر طلای سنگینم انداخته. کس هم هیچ وقت درست نمیشه. همینی؟ من تو نبود تو قلبم رید، مغزم اسفال شد. ببین میگی تتو بزن دیگه، ببین بنده خدا تتو زده یادم رقبت نمی کنه تتو بزنه. بعد میگی دخترم برو نمیخوام اصلا. اینا سلاطین پارک نبودن الان وارد خیابون شدن؟ نمیدونم چرا همون سلاطین پارک هن دیگه. اوه چه ابروهاش باحاله سوگل. خانم راست شما هندونه ای؟ نه چه ربطی داره؟ هیچ شرخه هندونه وسطش خیلی شیرینه. من واقعا فکر کنم بچه تو من بگو، من بگو تو موزی؟ تو موزی؟ نه چطور؟ بعد بگم بگو که وسطش یه چیز درازه. بچه ها بکنم ویدیو ما رو میبینم مردم مثلا اصابشون خورد بشه که اینا چقدر مبتذل کسچره. اه هست نیستی؟ این احساس بهتون دست میده؟ گپ نوشامون رو ببینن نظرشون عوض میشه. کس داشتن آسون نیستش که خیلی از شما مرتیکای مخکپکی فکر میکنین وای مثلا میتونه بره جنده باشه، بره به این بده. البته جنده بعضی هر کسی یه معنی براش داره، ولی خب خیلی ها فکر میکنن جنده یعنی کسی که میده و پول میگیره. چقدر فلسفی و عمیق داشت صحبت میکرد. بعد میگه دختر بودن آسون نیست، امروز خود تعریف کن. رفته بقالی کالواس نداشت، رفت بقالی پولش نه همراش نبود، کارت همراش بود. بعد به یارو گفته که چی گفته؟ کارت خان دارید؟ گفتش که نه ندارم. بعد گفتم خب پس هیچی دیگه. بعد گفتش خب حالا هرچی میخواد ببر، بعدم پولشو بیار. در صورتی که همون بقالی و من رفتم پول همرام کم بوده، مثلا گفت خواستم وسیله بگم، گفتم بعدم میگه گفت نه وسیله بذار برو پول بیار. همون بقالی هیچی. یه بار پدرمت هم هست شلوار سفارش بدی. آره یارو بهم شلوار نفروخت. بعد همون آدم و همون شلوار و سوگل یه نیم ساعت چه دقیقه بعد پیام داد فروخت. در این حد کسلیس. پولم میخوای بهشون بدی؟ بعد میگم مرد بودن آسونه، زن بودن سخته. دیشب نتونستیم بخوابیم، همسرمون یه جوری داد میزد این مالکیه، این مالکیه،
نگاه پشت کمد پیداش کرده. خب نام از مایکه ما خودت دیگه استفاده کن بذار بره مالکیه. بال بود من فریبم خدایی مثلش ندیدم. یه وقت یه جای ترسیدم ولی اونو مثل یه کو دیدم. روزا میگذرم پشت هم هر روز میرم کافه من ولی اصلا نیستم کافه من. سفارش میدم ماکیم ماکی میبینم رد میدم آقای چق مزهشم رجور من حفظه. این کسچرکو حفظه. این کسچر نیست. کسچر یه لول بالاتر از کسچرکه. این کسچرک بود. این کسچرکو این بله خب دواردینمش تو کیه ماماکیم ماماکیم هر شب خوابشو میبینم فلور داشتی؟ نه ماماکیم حرفه یه کار من به لایک وایت اسکار تو دستشو وایساده حرکت نخم بودم. اوه چه زاویه خوبی گرفته که من ماما معلوم باشه. خب وقتی از نود دادن خسته میشه سر تا پا بجه که عکس بگیرم برات کلم ویدیو گرفتم. این سرنده ماما نگاه گنگایی چشم شم شم نگاه رفت توش بیا اینم ویدیو دیگه بکش بیرون از ما با هزار تا من میدم بیرون صد درصد مافیای بازی. اینم علی من احساس میکنم ترور بازی. بذار تماشاچی بازی باشه. دیسلک چرا تو میدی؟ تو با سندروم دیسلک بیقرار گرفتی شزن بشین اینا مافیا واسه ما یه دعوا بنشانه اعتراض بو نشد دیسلک داد خیلی قویان من مخالف توام. چرا اینقدر جدی؟ چرا اینجوری هم؟ اصلا مافیا دیگه زخم میشه آدم بازی میکنه. آره. یه چرک شده مافیا حال نمیده. یه دست خوبه در ما. اصلا خودمونم سر این همین بازی چرت و پرت با یکی دعوامون شد. همین آره. مثل اینایی بود که قاطی آره. میکرد چرت و پرت میگفت. ما هم دعوامون شد. این ورشو خیس میگریم یا این ورشو خوب حالا من هر دو ورشو خیس میکنم. هیچ ورشو تو دستتو لیس خیس کنی رو دستت بزنی. الان دیگه به زبونت میچسه مغز مغز دیدی الان میفهمم چرا میگن کس مغز نمیگن کیر مغز. دارن خفتش میکنن؟ حسن بید مادرم و تو بگم حسن میخواد چیکار کنه؟ چی بودی؟ خب دخترم حالا که بزرگ شدی میخوای چی کارشی؟ میخوام بدم. خب میتونی پزشکی بخونی در کنارش به دادنم ادامه بدی. پس میگه هر شغلی و بچه ایرانی خواهد انتخاب کنن چرا مادر پدر رو گیر میدن؟ بعد جالبش این اکثر پدر مادره که خیلی اصرار دارن اون که بچه هاشون دکتر باشن خودشون دکتر نیستن. خودشون هیچی نیستن. یعنی گیر میدن تو اگه میتونستی یه فکر میکنی این کار شدنی چرا خودت نشدی اول؟ یا لذت بخش حداقل چی همش بری درد مردم رو ببینی؟ واقعا شغل تخمیه. واقعا خیلی شغل سخته. از صبح تا شب باید درد و مرض مردم رو ببینی. آیه که میگه آی خیلی واقعا سخته. این بنده خدا در لحظه بگاه رفتن پاز کردیم ها. داره با کم میخوره زمین. وقتی یکی میخوره زمین اگه بخندی وضعیت دردش ده برابر میشه. الان دیگه این چی واقعا؟ نمکتونه با اون سوراخ‌های سرشو نمی‌بینی؟ من دارید کاری می‌کنید سر سفره‌ام نشه غذا خورد. آقا ما دیروز دعوتتون خونه یکی از فامیلای دور. بعد گفتم سلطان میشه برام نمکتون بیاری؟ وقتی نمکتون آورد قیافه من. قیافه بابام. آقا نکنید دیگه. با آبرومون میره. ما ذهنمون منحرف آقا. میدونم ما بخیل نیستیم چه. خب تو از کجا می‌دونی این چیه؟ باباش باید از کجا بدونه این شبیه چیه؟ تو حتما باید فیلم سوپر دیده باشی تا بفهمی این شبیه چیه. شما میدونید چیه؟ تو میدونی چیه که؟ تو این میدونی چیه؟ من نمیدونم چیه. نه بعدم میدونی. نمیدونم مثلا چی بود؟ طبیعت بچه فقط این. رفت بیرون گوزید، دور بکش. آخ. آفرین. ببین نه میگوزی باید یه خوردم که نوتا تکون بدی سب کنی که این بره دیگه از تو شلوار رد بشه چون تو شلوار میونه. من امتحان کردم قبل تو صدا سیما چه قراره که مامان من گشاد شده باشه حالا خب نیازی نیستش توی برنامه زنده جلو این همه آدم یه همچین چیزی آدم بگه جز مسائل خصوصی زندگی مامانم گشاد شده. یه آهنگی دارم بچه ها میخوام تکمیلش کنم. میگه که اینجوریه گفت مامانم میگه که مامانم اینا و مامانت اینا و
و مامانشونا و مامانشینا و مامان مینا و مامانتونا همه گی جمعه شبا جمعه شبا لنگا هوا میدن به باباها همه باباها رو مامانا مامانا آه و اوها به هم بگو بی طبیعت منم میگم کم زر میگم هنگو سیر که اینو باید کامل کنم بدم بیرون اسمش هم میذاریم مامانا و باباها. آره فقط قبل اینکه بریم از رو که این ویدیو خیلی چرک بود برای اینکه بجوره اینو ببره خب. بعدش بهتون پیشنهاد میکنم که ویدیوهای انا اینجا آمد دادم افتاد آقای مظافر مؤمنی توی یوتیوب هستش این قسمت های گذر از ذهنش کلا همه ویدیوهاش عالیه کلی چیز یاد میگیرید آره اونو ببینید که یعنی این همش بش... از این کوچرام نگاه نکنید آره این خورده اونو نگاه کنید خورده لایک هم بزنید براش آدم خفنی استاد اینم از این از ظافر مؤمنی علی میدم چی دوستتون داریم سوس میذاریم این ویدیو رو ببینید من که پیج اینستاگرام ما رو میارشون نره که فالو کنید و همین خدافظ خدافظ